روز 91 جشن تولد گفتگو اردشیر ببخشید می توانم اسم شما را بپرسم باربود برای چی؟ اسم من باربود است چهره شما برای من خیلی آشنا است فکر می کنم قبلا شما را دیدم فکر نمی کنم چون من اهل این اطراف نیستم شما با نگار دوست نیستید؟ بله هستم شما هم دوست نگار هستید؟ البته من شما را در جشن تولد نگار دیدم اما من شما را به خاطر نمی آورم من اردشیر هستم من شما را به خوبی به یاد می آورم شما همانی هستید که در مهمانی پانتومیم بازی کرد بله به هر حال از دیدن شما خوشبختم لطیفه شخصی از ملا پرسید چند ساعت در روز استراحت می کنی؟ ملا گفت چند ساعت در شب و 2 ساعت در روز که او می خوابد آن شخص پرسید منظورش از او چه کسی است؟ ملا گفت همسرم شخص گفت نادان پرسیدم خودت چقدر استراحت می کنی؟ ملا جواب داد نادان خودت هستی ساعتهایی که همسرم در خواب است من می توانم استراحت کنم جمله های رایج من یک نقشه از مسیرهای پیاده روی این منطقه می خواهم از کجا می توانم نقشه شهر را بخرم شعر یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پس شدند بودیم به یک شراب در مجلس عمر یک دور زما پیشترک مست شدند خیام کلمه ی روز اخم کردن معنی مثال مادر از رفتار بد او ناراحت شد و اخم کرد ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است در گذشته هر کسی که شاهنامه می‌خواند و به ستایش سلطان محمود غزنوی می‌رسید تصور می‌کرد سلطان انسان بخشنده و بزرگی است اما با پایان یافتن شاهنامه و فهمیدن رفتار بد سلطان محمود با فردوسی و کتابش متوجه اشتباه خود می شد این داستان بعداً به ضرب المثل تبدیل شد و به هر کس که دست به کاری که عاقلانه نیست می زد و اصرار به ادامه آن داشت می گفتند شاهنامه آخرش خوش است گفتگو حاله تو در مورد جشن تولد پریچهر چیزی شنیده ای؟ کیان بله ولی هنوز
من را دعوت نکرده است. منتظر هستم من را دعوت کند. من را امروز صبح دعوت کرد. شاید من را هم تا آخر شب دعوت کند. فکر می‌کنی مهمانی چطوری باشد؟ به نظرم که باید خیلی هیجان انگیز باشد. اصطلاح روز: اجل برگشته میمیرد، نه بیمار سخت. معنی: تصورات و نتیجه گیری های ما از مسائل زندگی نمی تواند قطعی باشد. خواندن: حافظیه نام مجموعه ای است که آرامگاه حافظ، شاعر معروف ایرانی، در آن قرار دارد. این آرامگاه در شهر شیراز واقع شده است. تالار حافظیه این مجموعه مربوط به دوران زندیه است. سبک معماری آن نیز متعلق به دوران هخامنشی و زندیه است. برای اولین بار بعد از وفات حافظ، حاکم فارس بر روی مقبره او بنایی احداث کرد. در قسمت جلوی بنا نیز حوض بزرگی را ساختند که آب چشمه رکن‌آباد به درون آن راه می‌یابد. بنای آرامگاه در دوران صفویه و افشاریه تعمیر شد. در دوران زندیه نیز کریم خان زند بارگاهی بر روی مقبره بنا کرد. کلمات جدید: منظور، مسیر، تصورات، ابراز کردن، تحویل گرفتن، پایان یافتن، مسائل، آسایش، قاطعیت، متعلق، اخلاق، بعدن، احداث، عاقلانه، راه یافتن، بارگاه، قطعی بودن، شیوه، تعمیرات، فراز، مقصود، قاطع، مقبره، مرمر، تخیلات، خط نستعلیق، پانتومیم، به خاطر آوردن، آتش بازی، دلغک، شمع،